هند آشفتگی در افغانستان تجارت مواد مخدر را افزایش داده است. دادگاه نظامی طالبان یک استاد دانشگاه را به یک سال زندان محکوم کرده است. نمایندگان ویژه پاکستان و دنمارک درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفتگو کردند و همچنان در پایان بالاخره طالبان در برابر رهبر جبهه به آخرین گزینه متوسل شدند. مشروع خبرها سادیا نارایان پرادان رئیس دفتر کنترل مواد مخدر هند گفته که آشفتگی در افغانستان و میانمار سبب شده است تا تجارت مواد مخدر در منطقه اقیانوس هند افزایش یابد. بر بنیاد گزارش روزنامه اقتصادی تایمز هند پرادان این اظهارات را مطرح کرده است. او میگوید تغییر رژیم در میانمار و افغانستان پس از سال 2021 منجر به هجوم قاچاق مواد مخدر در منطقه اقیانوس هند شده است. رئیس دفتر کنترل مواد مخدر هند افزوده که به تازگی این اداره 3300 کیلوگرم مواد مخدر را در این منطقه کشف و ضبط کرده است. این در حالی است که هند بارها نسبت به افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آن کشور ابراز نگرانی کرده است. آخرین نگرانی دهلی نو در این زمینه در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری های شانگهای مطرح شد. دادگاه نظامی طالبان یک استاد دانشگاه را به یک سال زندان محکوم کرده است. منابع مالی میگویند که محمد عاطف دایی استاد دانشگاه از سوی دادگاه نظامی طالبان در کابل به یک سال زندان محکوم شده است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که طالبان در ماه جری سال روان بر این استاد دانشگاه حبس تعزیری صادر کرده است. دادگاه نظامی طالبان به دلیل پرداخت بل برق زندگی کردن خانواده محمد عاطف در خانه زای رغبه سفیر افغانستان در تاجیکستان این استاد دانشگاه را محکوم به یک سال زندان کرده است. با این حال منابع ادعا میکنند طالبان برای اینکه محمد عاطف از فعالان رسانه های اجتماعی و آموزش دختران بود و در برخ موارد اقدام های زنستزانی گروه را نقد میکرد او را به زندان محکوم کردند. با گفته منابع طالبان عاطف را از داشتن وکیل مدافع محروم کردند و خانواده اش هم تایید دو هفته فقط یک بار برای 10 دقیقه از پشت پنجره اجازه دیدار با او را در زندان پلچرخی دارند. نمایندگان ویژه پاکستان و دنمارک درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفتگو کردند. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدارش با لارز بومولر نماینده ویژه دنمارک در امور افغانستان خبر داده است. دورانی روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که دو طرف درباره راه‌های همکاری برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفتگو کردند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج مهاجران بدون اسناد را از آن کشور آغاز کرد. از باجگیری تا گروگانگیری طالبان برای تسلیم شدن اعضای جبهه مقاومت بستگانشان را تهدید میکنند. منابع ملی در پنجشیر میگویند که طالبان برای تسلیم شدن اعضای برحال و پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان بستگان آنان را بازداشت میکنند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که هرچند این روند در پنجشیر از گذشته جریان داشت اما در ماهای اخیر تجدید یافته است. با گفته منابع طالبان پس از بازداشت بستگان نیروهای جبهه مقاومت ملی آنان را تهدید میکنند که خود را به این گروه تسلیم کنند. منابع میافزایند که در حال حاضر نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر حضور ندارند و بیشترشان در کشورهای همسایه و ولایت‌های دیگر کشور به سر میبرند. پیش از این منابع تایید کرده بودند که طالبان باشندگان پنجشیر را بازداشت میکنند و در بدل رهایی پول یا اسلحه درخواست میکنند. با این حال طالبان از زمان تسلطشان به این سو در مورد این گونه اقدامهایشان به شهروندان کشور و نهادهای حقوق بشری هیچگاه پاسخ مطبخشی ندادند. گزارش‌های بسیار مهم از جهان. کره جنوبی، کره شمالی بیش از 6000 کانتینر مهمات بر روسیه ارسال کرده است. شینگ وونگ سینگ وزیر دفاع کره جنوبی میگوید که کره شمالی حدود 6700 کانتینر تجهیزات نظامی به روسیه فرستاده است. رویترز به نقل از وزیر دفاع کره گزارش داده است که احتمالاً بیش از 30 میلیون گلوله 150 میلیمتری و حدود 500000 گلوله 122 میلیمتری توسط این کانتینرها به روسیه انتقال داده شده است. بر بنیاد این گزارش کره شمالی این مهمات را از ماه جولای سال گذشته به این سو برای پیشبینی جنگ علیه اوکراین به روسیه ارسال کرده است. بر اساس گزارش‌ها صدها کارخانه مهمات سازی در کره شمالی به دلیل کمبود مواد و برق تنها 30% از ظرفیت خود را به تولید سلاح برای روسیه اختصاص داده است. ارسال مهمات از کره شمالی به روسیه پیش از سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ثبت شده است. به گفته مقام کره جنوبی، کره شمالی نیز حدود 9000 کانتینر حامل مواد غذایی از روسیه دریافت کرده است. گفتنی است که آمریکا و کره جنوبی روسیه و کره شمالی را به تجارت تسلیحات متهم و پیونگ یانگ را
و تامین تسلیحات برای روسیه به منظور استفاده علیه اوکراین محکوم میکنند. مکانل از رهبری جمهوری خوان سنای امریکا کنار میرود. میچ مکانل رهبر جمهوری خوان مجلس سنای امریکا گفته است که تا چند ماه دیگر از سمتش کنار میرود. از اسوسییتد پرس گزارش کی داد که مکان 80 ساله از تصمیم خود برای ترک این سمت خبر داده است. قرار است این با سابقه ترین سناتور امریکایی ماه نوامبر سال جاری میلادی از سمتش کنار برود. او میگوید یکی از استعدادهای نادیده گرفته شده در زندگی این است که بدانیم چه زمان رفتن به فصل بعدی زندگی فرا رسیده است. بنابراین من امروز در برابر شما میستم تا بگویم این آخرین دوره من بینان رهبر جمهوری خواهی مجلس نمایندگان سنا باشم. و همچنان خاطر نشان کرد که جنوری 2027 به کارش در سنا به گونه کامل خاتمه خواهد داد. پیش از این بارها گزارش های نسبت به وضعیت بد سی‌ای منتشر شده بود. دیدار مکرون و تمیم ابن هم قطر 10 میلیارد یورو در فرانسه سرمایه گذاری می کند. بر بنیاد گزارش ها در پایان دیدار مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و شیخ تمیم ابن همدلسانی امیر قطر رهبران دو کشور توافق کردند که دوحه تا سال 2030 مبلغ معادل 10 میلیارد یورو در فرانسه سرمایه گذاری می کند. یورو نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که امیر قطر برای گفتگو در مورد موضوعات دو جانبه و مناقشات خاورمیانه به پاریس سفر کرده است. با این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه در خبرنامه درباره توافق 10 میلیارد دلاری دو کشور نوشته است این توافق مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا و صندوق سرمایه‌گذاری در فرانسه خواهد بود و بخش‌های کلیدی همچون انتقالات انرژی، صنایع نیمه‌رسانه، هوافضا، هوش مصنوعی، سلامت و بهداشت و همچنان حوزه‌های فرهنگی را شامل خواهد شد. طبق خبرنامه امیر قطر و مکرون در جریان گفتگو خود بر لزوم دستیابی بسیار سریع با تجویز تاکید کردند. چین خواستار مذاکرات درباره مائده عدم استفاده از سلاح اتمی شد. اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین گفته است کشورهایی که دارای بزرگترین زرادخانه های هسته‌ای هستند باید به اثر مائده و مذاکره بپردازند که اجازه ندهد تا هیچ کدامشان علیه یکدیگر از سلاح هسته‌ای استفاده نکنند. بر بنیاد گزارش رویترز، سان جیابو مدیر کل این اداره از کشورهای هسته‌ای خواست که به مسئولیت های ویژه خود درباره آن مطابق کنفرانس خل سلاح هسته‌ای سازمان ملل عملی کنند. این مقام وزارت خارجه چین در نشست در ژنو گفت که این کشورها باید یک نقشه را یا جدول زمانی برای تصویب یک سند حقوق بین‌المللی تدوین کنند که از کشورهای غیر هسته‌ای در برابر تهدید سلاح هسته‌ای محافظت کنند. چین و هند تنها قدرت‌های هسته‌ای هستند که به طور رسمی سیاست عدم استفاده اولیه از سلاح هسته‌ای را تایید کرده است. روسیه و ایالات متحده نیز بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار همه‌تان باشد.